إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي ودنيتي فيها. إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي دنيتي فيها. أو كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. برادرایی که نماز نمی خوانند، نمی خوانند نماز را به این شکل یک ارزیابی بکنند. سجده کن دای چه دویم رکن دای اسلام رضی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برادران محترم و مسلمان، در هفته گذشته ما و شما درباره نماز و ای که کسایی که نماز میخوانند چی فضیلت های داشت درباره زی صحبت کردیم، به خاطر از اینکه امروز ما در افغانستان یک تعداد زیادی از جوانان، حتی ریش سفیدا و کسایی که سنشان پخته است، دیدیم که متاسفانه نماز نمیخوانند. و وقتی برایشان از نماز گپ زده میشه یا درباره نماز برایشان چیزی گفته میشه، اونا دلایل زیادی را میگن و از دل خود بعضی دلایل را جور میکنن. خب او درس گذشته ما بر کسایی بود که نماز میخوانن و نماز چی ارزش هایی داشت، و در این هفته درس ما و شما درباره ترک نماز است، یا کسانی که مثلا نماز نمیخوانند. خب ای که اونا چی دلایله؟ ببینن شیطان چی عادت داره. شیطان برای هر کس مطابق استعدادش شیطان روان میکنه. شیطان بزرگ ابلیس است. هر کس میبینه که کی چی استعداد داره، برای عالم یک مفتی روان میکنه تا که او برش فتوا بده که والا صاحب این کارا بکو، این کارا بکو، این کارا بکو، فلسفه را بر. بر فیلسوف یک شیطان فیلسوف روان میکنه. برای هر کس مطابق مزاج شیطان وسوسه میکنه تا ایره از ذکر و از یاد خدای عزوجل دور بکنه. ولی بیاین ما و شما ببینیم که آدم وقتی که نماز نمیخونه از دیدگاه شریعت اسلامی چی نقص داره، و آیات قرآن و احادیث شریف درباره کسایی که ترک نماز میکنن چی گفته است. الحمدلله رب العالمین، یهدیکم الله و یصلح بالکم. در اینجا ما و شما میبینیم که یک کسی که نماز نمیخونه، پیش از اینکه درباره از این گپ بزنیم که این نفر نماز نمیخونه چی مشکل داره، میایم در زندگی روزانه خود پرسان میکنیم که برادر عزیز، یک دوستتان که نماز نمیخونه این رو بانین، یک دوستتان که یک کس گپ نمیزنه، ما کت تو گپ نمیزنم یا تو کت ما گپ نمیزنی. بین اول پیش خود یک قلم بگیریم که چرا خودت امرای ما گپ نمیزنی. اول ایست که امرای ما گپ نمیزنی میگی والا ما ترا نمیشناسم، چرا اون روز کت ما را در فلان جای دیدی گپ نزدی؟ میگی باور بکن من خودت نشناختم که خودت فلانی کس هستی. بسیاری کسا را من میبینم صحیح سلام علیکی نمیکنه، پنج دقیقه بعد باز میگه السلام علیکم، بغل خود آواز میکنه، خیریت پیشرخ سلام علیکی کرده؟ میگه نه پیشرخ من ترا نشناخته بودم، من تو سلام علیکی سرسرکایی کرده بودم، آل دیگه خوبم تو سلام علیکی چرب کتت میکنم، فهمیدم تو فلانی نفر است. این حال اول دلیلشی است که آدم که یک نفر گپ نمیزنه به خاطر ازی که او را چی نمیکنه؟ این حال یک نفر که کت خدای عزوجل گپ نمیزنه نماز نمیخونه، بازی حق داره بگه که من خدا را میشناسم؟ یعنی کس که نماز نمیخونه و میگه که من خدا را میشناسم، باز خیلی غلط است. یک نفر من خدا را میشناسم لکن کتش گپ نمیزنم، نه نه، این دلیل شیطان است که برش وسوسه میکنه که نه تو مسلمان هستی، تو با عقیده هستی، نماز چی میکنی؟ پشت نماز نگن. این گپای شیطانی است. وقتی که من خدا را میشناسم باید کت خدای عزوجل حتما گپ بزنم، و گپ از طریق از کدام طریق است؟
اگر میخوای که خدا گپ بزنی چیکو؟ نماز بخوان. اگر میخوای خدا کتت گپ بزنه قرآن عظیم و شانه بخوان. خب شاید یک کس دیگه بگه که من کس را میشناسم کتش گپ نمیزنم. چرا کتم گپ نمیزنی؟ میگه والا می توی چه خوشم نمی. چرا؟ دیگه خوشم نمی کتت گپ نمیزنم. خب خانی تا بود دیگه من خوشت نمیم کتم گپ نمیزنی. خیلی که نماز نمی خانی میگی خدا را میشناسم. خدا را میشناسه لکن گپ نمیزنه نماز نمیخونه معلوم میشه که خدا را چی نداره؟ خوش نداره. العیاذ بالله. والذین آمنوا اشد حبا لله. و خداوند متعال جل جلاله چی میگه؟ میگه کسانی که حقیقتا ایمان دارن و مؤمنای حقیقی هستن محبت بسیار قوی با الله تعالی داره. پدر خدا دوست داره ولی وقتی که پدر در مقابل خدا قرار گرفت باز پدر رد میکنه. اولاد خدا دوست داره وقتی که اولادش در مقابل خداوند قرار گرفت باز اولاد خدا فراموش میکنه. اعضای فامیل خدا دوست داره، رفقای خدا دوست داره، لکن وقتی که هر کدام از یاد در مقابل خداوند متعال جل جلاله محبت خدا قرار گرفت از این خاطر امتحان میکنه. ابراهیم بچه تا قربان کو. خوش داری بچه تو؟ آه بچه من خوش دارم. در سن پیری خدا برام بچه داد. دوست داری؟ بسیار دوست دارمش. در قلب جای داره؟ بله داره. ولی نه، امروز امتحانش میکنه که امو محبوب ترین انسانی که بالای تو هست اونمو کس را که زیاد دوست داری اولاد هست اینه میره بخاطر خدای عزوجل قربان کن. ابراهیم علیه السلام های بر بچه خود میگه یا بونه ای بچه ای که من اینی عرف المنام انی اذبحو که من در خواب دیدم دیگه حکم خداوند شد که من تو فرزند دلبند خدا چی کنم؟ قربانی بکنم. چرا با خدا گپ نمیزنه؟ به خاطر ازی گپ نمیزنه؟ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتى یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. خداوند متعال جل جلاله اینجا بر ما و شما خطاب میکنه که بگو اگر پدرهایتان و اولادهایتان و اخوانکم و برادرهایتان و ازواجکم و خانمهایتان و عشیرتکم و اعضای خانواده و فامیل و قومتان و اموال اقترفتموها و اموال مالهایی که شما او را به دست آوردین و تجارتون تخشون کسادها و تجارتی که شما میکنین و میترسین که ای از دست ما نره و مساکن تردونها و خانه ها و قصرها و اپارتمان هایی که ساختین که شما ای را بسیار شما راضی ساخته خوشتان میه چه خانه لکس دارم چه خوب منزل داره و چه خوب پنج منزله و شش منزله است. میگه چی هستن؟ اگر کل از این چیزا احب الیکم من الله و رسوله اگر یا اینم چیزایی که نامایش گرفته شد محبوبتر باشه به نزد شما از الله و از رسولش کده و از جهاد در راه خدا کده فتربصوا حتى یأتی الله بأمره با صبر بکنین تا که امر خداوند به هلاکت و بدبختی شما بیه. چون شما ادعایتان باز غلط میشه که در مقابل خداوند که هر چیز قرار گرفت والذین آمنوا اشد حبا لله. باز اینجا داخلش خداوند متعال چی میگه؟ والله لا یهدی القوم الفاسقین. خداوند هدایت نمیکنه او مردمای فاسقی را که ظاهرا میگه که خدا را خوش داریم و در قلب خود خدا را خوش ندارن به خاطر از اینکه به خاطر اولاد خود خدا را خفه میسازه، به خاطر قوم خود خدا را خفه میسازه، به خاطر که در عروسیش مردم از خودگیایش خوشحال شون میگن باید رقاصه باشه، باید گناه باشه. چرا؟ باید دیگرا خوشحال خدا خفه میشه. میگه نه خدا خفه شوه ولی مردم خفه نشه باید در محفل من. محصلین پانتون وقتی که محفل فراغت خدا میگیره میگه کل دنیا خفه شوه، خدا خفه شوه، پیغمبر خدا خفه شوه، قرآن خفه شوه، ملائکه ها سر ما لعنت بگه لکن سنفی های ما، دوستای ما، قوم های ما خفه نشه. از این خاطر ما حتما باید در محفل خود گناه داشته باشیم، حتما باید دخترای که فارغ شده وام سرای خدا لچ کنن، بچه ها هم لچ کنن، دبین یکی دیگه خود باید عکس بگیرن، اختلاط باشه، رقص باشه، ساز باشه، برقصن، خارجی ها رو بیارن. باز اینجا خداوند متعال جل جلاله چی میگه؟ خیلی که شما اینا رو نسبت به خدا کده زیادتر دوست دارن دیگه چی است؟ میگه والله لا یهدی القوم الفاسقین. باز خداوند
مردم های فاسق، قوم های فاسق هدایت نمیکنن. برین در گمراهی دان، آیت 24 است، سوره التوبه. چرا نماز نمیخوانی؟ خدا را میشناسم. خیلی خدا را میشناسی. چرا نماز نمیخوانی؟ مرا میشناسی؟ گفت ما گپ نمیزنی، خلاص ما بدت میایم. صحیح. خب خیلی وقتی که خدا را میشناسی چرا نماز نمیخوانی؟ خدا بدت میاد. نه والا سکوت نیست. نه نه نه. معلوم از دیگه. معلوم است کسی که زیاد خوش داری 24 ساعت کسی گپ میزنی. یک معصل رفیقت از درسن اول هم کسی که زیاد خوش داری که مثلا داری السلام علیکم. آه چطور هستی پرویز جان؟ خوب هستی جان؟ چطور هست؟ او نصرالله جان. به خاطر چی اول صدا میکنی؟ به خاطر زیاد خوش داری. در بین 100 نفر نام از او اول میگیره. پس تو که خدا را خوش داشتی باید در بین 100 نفر اول نام خدای عز و جل بگیری. والا بیادر ببخشی آل یک پنج دقیقه خیلی تو باشه میشه. اگر میری اردوی ما بریم خانه خدا، تو هم دوست مسیح خیلی ببری بردوی ما خالی دوست حقیقی ما. او گفت که نه والا چطور است چرا است خیلی تو بیشی ما برو مسجد نماز خدا بخوانم باز پس میم که تو گپ میزنم. اما به خاطر گپ زدن یک مخلوق مسجد را ترک میکنی، باز این محبت کی زیادتر شد؟ محبت از او زیادتر شد بر تو دیگه. به خاطر سریال نماز مسجد رفتن را ترک میکنه، معلوم میشه که اون دور نسبت به کی که زیاد خوش داره؟ نسبت خداوند دور زیاد دوست داره. اگه خوش نمیداشت دیگه باز میگفت اون دو جان تو در خانه باش، حال تو یک دفعه تو را قلف میکنم. مبارم وقت گپ زدن با خدا هست. خب یک کس دیگه است، کس دیگه چرا که دیگه گپ نمیزنی؟ میگه والا من کتزی جنگیستم. چرا؟ والا یک روز یک چیز برای من گفت، والا من کتزی غال مغال کردم سر یک گپ، والا جنگیستم گپ نمیزنیم. خو کتی نفر گپ نمیزنی به خاطر چی؟ کتی چی هستی؟ جنگی هستی. کت خدا چرا گپ نمیزنی؟ خدا رو میشناسی؟ آه میشناسم. بدت نمی؟ نه بدم نمی. خیلی نماز چرا نمیخونی؟ وقتی کس نماز نمیخونه باید بفهمه که خدا چی هست؟ جنگی است دیگه. اگه جنگی نیستی چرا گپ نمیزه؟ خب یکان یکی دیگه میگه والا صاحب که تو فلانی نفر گپ نمیزنم چرا گپ نمیزنی؟ میگه والا صاحب به خاطر ازی که از این نفر گپ نمیزنم که چی فایده که تزی گپ بزنی؟ چرا که تزی گپ بزنم؟ فایده نداره دیگه گپ زدن. گپ بی فایده چی فایده؟ هیچ مکتش گپ نمیزنم، آدم خوب نیست، خوشم نمی، گپ زدن فایده نداره. خو این خود در مقابل انسان شد. حقیقت خداوند چرا گپ نمیزنی؟ معلوم دار در عقیده چی است که گپ زدن کت خدا فایده نداره. اگر میفهمی گپ زدن با خدا فایده داره، پس چرا نماز نمیخونی؟ این سوالای ما متوجه شما مسلمان ها و شما جوان های عزیز و ریشتفید های بزرگواری که همیشه در نماز هستین و نماز میخوانین و ارتباطتان با خدای عزوجل مستحکم است، سوال ما متوجه شما نیست. چون شما دعوتگرای اسلام هستین، ما میخواییم که بر شما دلایل بگویم تا شما این سوال هایتان متوجه انسانی که نماز نمیخوانه بر از او بفهمانین. ما شما را خطاب نمیکنیم، ما کسای را خطاب میکنیم که اونا که تو شما در نماز خواندن جنجال میکنن، مخاطب ما اونا قرار دارن. خب آمدیم یک نفر دیگر، نفر پنجمی رو پیدا کردیم. چهار نفر خفا میدیم دلشل، نه نفر پنجمی. چرا که فلانی نفر گپ نمیزنی؟ میگه والا که تزیم به خاطر ازی گپ نمیزنم که که تو من بدی کردم. چی بدی کرده؟ والا یک بدی کرده دیگه، مقصد بین ما و از او است که حتما نیکی نکرده، یه وزی نیکی بدی کرده، پس ما که از او گپ نمیزنم. حقیقت خدا که گپ نمیزنی چرا؟ آیا خداوند هم چیز بدی کرده؟ خداوند دو چشم روشن دادید. یک دکتر میری پیشش، دندان درد هستی، یک دوای خوبش برات میده، ولی دندان تا یک دکتر میگه می دندان تا باید بکشیم. دکتر دیگه میره دلسوز است، میگه نه 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 دندان تا نکش، این دندان تا که بکشی بد معلوم میشه، خصوصا این دندان پیشرید باشی اگه بکشی گپ هم که بزنی زبانت میبره.
چهره تان بد قواره میشن. خی چی کنم؟ میگن یعنی من برات یک دوام میتم که می دندانت کشیده نشه. دردت هم تسکین میشه و دندانت هم جای به جای است. هر وقتی که دکتر رو میبینیم، دکتر سب تشکر، خدا تا را خیر بده. من از کلان جنجال بگم که های خدای پاک بر 32 دندان داده. یک روز تشکری کردی که خدای هم به خاطر از این دنداره این تشکر این قصه به کلان داده سید میره کروب 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 خورده میری و میرید میره عظم میشه. تشکر خدای عزی، تشکر خدای عزی چشمی آب که نیم پاوتال خانه خوردی او برد چشمه آورده رفت. تشکر کردی؟ اگر او دانت نمیبود چشمه یک توتا تلخانه که میخوردی دانت خشک میشد. تشکری کردی؟ نه. خیلی خداوند چرا بعدت میگه که نماز نمیخونی؟ نماز خواه شکرگزاری هست از خدای عز و جل. شکر چشمت، شکر قلبت، شکر اعضای بدنت توسط نماز صورت میگیره. وقتی که نماز نمیخونی چرا؟ به خاطر از اینکه این شکرها رو نمیخوای ادا بکنی. قطع فلانی نفر گپ نمیزنم، ششمی میگه من قطع فلانی نفر گپ نمیزنم به خاطر از اینکه عادتها و روش و اخلاق زشت از او در وجود من تاثیر منفی نکنن. او بد اخلاق است، من قطعش گپ نمیزنم. خیلی خدای از عزوجل چرا گپ نمیزنی؟ اگر عقیده داری که احکام خداوند به نفع تو هست، پس باید با خدا گپ بزنی. او کس که نماز نمیخونه میگه گپ زدن با خداوند، احکام خداوند به فایده من نیست، به ضرر من است، از این خاطر با خدا گپ نمیزنم. احیانا کسایی هستن که امرای کسی دشمنی داره، فلانی دشمن ماست، دشمن پدر ماست، ما کسیش گپ نمیزنیم. وقتی که دشمن دست و دشمن پدرت است که گپ نمیزنی، پس وقتی که نماز نمیخونه معلوم دار که این همی گپ با خداوند میگه که خداوند دشمن ماست و دشمن اعضای فامیل ماست. در غیر از او اگر خداوند دوست خود فکر میکرد حتما کتش گپ میزد. و یا کسی است که حق شما را تلف کرده امرایش گپ نمیزنین، در حالی که خداوند بر ما و شما تمامی نعمت ها را داده. ترک نماز ترک سجده به بارگاه خداوند است. و کسی که ترک سجده و کسی که سجده میکنه به خداوند، یا کسی سجده به خداوند میکنه، این میخواه که عجز و نیاز و بیچارگی خود به بارگاه خدای عزوجل پیش کنه. پروردگار ما بنده عاجز هستم، ما بنده هستم که به نعمت های تو ضرورت دارم و من نیازمند کمک های تو هستم. من میام مقدس ترین جای بدن خدا به زمین میمانم، به بارگاه تو، به هیچ کسی دیگه نمیام، حتی به پیغمبر. ما به پیغمبر سر خدا پایین خم نمیگیم، سبحان ربی العظیم بر پیغمبر نمیگیم، سجده بر پیغمبر نمیکنیم، بر پیغمبر دست خدا بالا نمیگیم، پیغمبر سر بر ما بچه بتی یا دختر بتی دست خدا بالا نمیکنیم، چون کلش عبادت است. چی میکنیم؟ با بارگاه خداوند عزوجل این کارا را میکنیم. وقتی که کس نماز نمیخونه و سجده نمیکنه و رکوع نمیکنه و تعظیم نمیکنه، این چی معنا هست؟ این معنایشی است که سر کی تکبر میکنه؟ سر خدای عزوجل. شیطان که رانده شد به جز یک خطا نکرد. خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان هزار مرتبه بهتر از بی نماز. شاعر چی میگه؟ میگه شیطان هزار مرتبه بهتر از بی نماز کان سجده به آدم و این بر خدا نکرد. کان سجده با کی نکرد؟ با آدم و ای با خدا نکرد. چه معنی باید؟ استاد به این معنی است که وقتی میگه انسان او شیطانی که خداوند برش امر کرد که تو به این سجده بکن و او از او سرکشی کرد، و این انسانی که خداوند برش یک نعمت ها داده، خالقش است و تمام نعمت هایی که جهان را برای این مخلوق اشرف المخلوقات خلق کرده، ای به خداوند سجده نمی کنه که تمام چیز را در اختیار گذاشته. پس از کی کده بدتر شد؟ یا شیطان کده هم از شیطان کده هم ای بدتر شد.
چی معنای شعر؟ شیطان که رانده شد بجز؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شیطان که رانده شد بجز یک خطا نکرد. شیطان که از دربار خداوند جل جلاله رانده شد، خطای عظیمی که کرد این بود که سخن خداوند جل جلاله را قبول نکرد و سجده به حضرت آدم علیه السلام نکرد. و در اینجا تشبیه میکنه انسان که میگه کسی که نماز نمیخونه انسان بی نماز، میگه هزار مرتبه از شیطان که بدترتر است، به خاطر اینکه علیه السلام سجده نکرد. در این صورت کسی که نماز نمیخونه او به خداوند جل جلاله سجده نمیکنه. بنان از کی که بدتر شد؟ انسان بی نماز از شیطان که هم بدتر است. خدا چی فهمیده؟ شیطان که گپ خداوند جل جلاله قبول نکرد و بر انسان سجده نکرد، و انسان که با خداوند سجده نکنه پس از شیطان کنه هم بدتر است. تشکر. الحمدلله. اینال اینجا ما شما میبینیم که این شاعر چی گفت؟ شیطان که رانده شد بجز یک خطا نکرد. شیطان یک اشتباه کرد. برای خداوند گفت که تو خالق من هستی، به اون سجده میکرد، لیکن خداوند آزمایش کرد، گفت نه این دفعه برای آدم. این حال باز شاید چی میگه؟ میگه که شیطان هزار مرتبه بهتر ز بی نماز کان سجده به آدم و این بر خدا نکرد. شیطان از بی نماز کده هزار مرتبه بهتر است، چرا که او به آدم علیه السلام یک سجده احترام نکرد و ای به خدای عزوجل سجده عبادت نمیکنه. و تو که امت محمد صلی الله علیه و سلم هستی، آیات و احادیث میگه که به هیچ کس تو سجده نکو به جز از ذات خدای عزوجل. به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم سجده نکو، به آدم علیه السلام هم سجده نکو، به پیغمبرها هم سجده نکو، به دوستای خدا هم سجده نکو، به هیچ کس سجده نکو و سر تا پیش هیچ کس خم نکو به غیر ذات خدای عزوجل. و این انسان متکبر از حکم خدای عزوجل چی میکنه؟ سر حکم خدای عزوجل تکبر میکنه، به خود خدای عزوجل سجده نمیکنه و باز برای خود فلسفه میگه. سعدی چی میگه؟ سعدی میگه به جنت نیست جای بی نمازان، بود دوزخ سرای بی نمازان. همه از رحمت حق بی نصیبند، حذر کن از برای بی نمازان. قبول حضرت واحد نباشد. اصلا در شعر ایزد بود، میره به واحد به خاطر ازی جور کردم. ایزد خدای باطل بتپرستا را میگفتن، ما شما الله را ایزد نمیگیم. قبول حضرت واحد نباشد، یقین میدان دعای بی نمازان. دعای بی نماز خدا قبول نمیکنه. سعدی میگه که شنو این پند من بسیار نافع، مشو تو آشنای بی نمازان. به امرای بی نماز حتی آشنایی نکو، اگر نه اونمو فلاکت و نجاست بی نماز در وجود تو هم تاثیر میکنه. بسوزد آتش تیز جهنم، سر و تن دست و پای بی نمازان. نخواهد دید اندر روز محشر، نخواهد یعنی در روز قیامت میگه، نخواهد دید اندر روز محشر رسول ما لقای بی نمازان. پیغمبر سم با امرای بی نماز ملاقات نمیکنه در روز قیامت. اگر خواهی که در جنت درایی، مرو اندر سرای بی نمازان. در روز قیامت پرسان میشه که چی در خانه اون نفر که بی نماز است با امرای دوستی داشتی؟ اگر برای دعوت میری که او را دعوت کنی خوب، اگر نمیشه که تسو اتا باید در منزلش داخل نشی. بلرزد کوه گر او را ببیند، ز هیبت جایگاه بی نمازان. در اون جایی که بی نماز ششته، او جایی که کوه هم ببینه در لرزه میه. بلرزد کوه گر او را ببیند، ز هیبت جایگاه بی نمازان. بود پیوسته شوم و نامبارک، همیشه سال و ماه بی نمازان. حدیث بی نمازان نیز مشنو، سخنهای بی نمازان هم گپایشان گوش نگی، مرو هرگز براه بی نمازان. ز خیش بی نمازان زن نخواهی. سعدی صاحب بر جوانات توصیه میکنه، میگه یک خانواده که بی نماز است، همراهی از او باید خیشی هم نکنی. زخیش بی نمازان زن نخواهی. و برای سفیدا و کلانا چی میگم؟ مده دختر به شاه بی نمازان. اگر بی نماز پادشاه هم بود، برای او دخترت نتی. پیامبر گفت این بیتی که گفتم، مکن مجلس برای بی نمازان. سحرگاهان به نظم آورد سعدی، چونین پند از برای بی نمازان. یک شاعر است،
این شاعر است که پیام داره، میخواد به مردم حقیقت ها را بیان بکنه در الفاظ بسیار زیبا و شیرین شعر که پیغمبر صلی الله علیه و آله خودش سه شاعر داشت. پیغمبر صلی الله علیه و آله شاعرها داشت که وقت شاعرها از پیغمبر صلی الله علیه و آله و از اسلام دفاع میکردن. ما با اوت شاعرها نیاز داریم، ما را خوش داریم، اما این شاعرایی که شاعرای لوده بازار و خنده بازار هستن یا شاعر نیستن یا شعر فروش و خود فروش هستن. انسانی که بی نماز است چی مشکل داره؟ مشکلش این است که در بی نمازی چندین امر خدای عز و جل مشکل داره، چندین امر خداونده. یک آیت قرآن میگه که وسجد وقت تره، سجده کو تا به بارگاه خداوند قریب شوی. با چی به خدا نزدیک میشیم؟ با سجده. وقتی که نماز نخوان از سجده دوری میکنه، بنابراین یک حکم خداونده که گفته سجده کو، یک حکم شکستان، حکم دومی را که مشکلانه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا، خداوند متعال میگه که مؤمنای حقیقی کسانی هستند که خداوند در حالت استاده و در حالت نشسته یاد میکنن و ای در نماز صورت میگیره. ای کار هم نمیکنه. ای دو حکم خداوند شکستان. خداوند میگه فسبح باسم ربک، به نام پروردگار تسبیح بگو. ما و شما سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا، سبحانک اللهم، کلش تسبیحات است که در نماز گفته میشه. تمام احکام ای ترک میکنه. در حدیث شریف آمده که عظیمو ربکم، پروردگارتان را به عظمت یاد کنین. سبحان ربی العظیم، پاک است پروردگار با عظمت من. بنان ای امر دیگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فراموش کرده. خداوند میگه و اقیم الصلاة، نماز بخوانین، امر میکنه خداوند. و ای بی نماز ای امر دیگه خداونده. فذکرونی اذکرکم و شکرونی ولا تکفرون، مرا به یاد بیارین، من شما را به یاد میداشته باشم. مرا شکر کنین و کفران نعمت نکنین. یاد خداوند و شکر خداوند در نماز صورت میگیرد. این احکام خداونده بی نماز ترک کردن. فقرأوا ما تيسر من القرآن، او جای هایی که از قرآن آسان است یاد داری حفظ داری بخوان، ایره باید در نماز بخوانی و بی نماز کل از یاد ترک میکنن. و آخرین وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم که فوت میکرد برای امت خود وصیت کرد که الصلاه الصلاه و ما ملکت ایمانکم، او مردم نماز نماز بیاد داشته باشین که نماز ترک نکنین. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که فاصله بین مؤمن و کافر چی هست؟ نماز است. کسی که نماز نخوان، نماز ترک کرد، بنان خدا به کفر نزدیک ساخت، به کافرها خدا نزدیک ساخت، خدا با اونا تشبیه کرد. مسلمان مجرد که میشنوه که الله اکبر، تمام مجالس خدا ترک میکنه و میره به طرف نماز. بی نماز نمیخواه که از فحشا و منکر دور شود. خدای عز و جل میگه که این صلات تنها عن الفحشا و المنکر، نماز است که ما را از فحشا و منکر دور میکنه. تو مسلمان اگر میخواهی که از کارهای زشت دور شوی، که تو خدا گپ بزن، صحبت تو، نشست تو در داخل مسجد تو را پاک میسازن و تو را از مجلسهای فسق و فجور دور میسازن. اگر امروز در درس نمی آمدی، حتما میرفتی شیطان می آمد چی برنامه داره این؟ میگفت نداره. حالا گفت که چی گپ در برنامهش؟ اون در برنامهش نشست که روز جمعه باید من ساعت 9 بجه برم به درس خواندن. شیطان میگه خلاص برنامه از یسیر قرص نگیر. انسان بی نماز نقصدگیش چی هست؟ نقصدگی انسان بی نماز است که ستون دینش شکستن. نماز ستون دین است. تو فکر کن سابق خانه که می ساختن در قدیم ها، یک ستون قوی برش می دادن که سر از این ستون کل پایه های خانه سر از این محکم می شد. مثل که حالا چهار دانه پایه می تن و سپل می دازن در زمین. کس که سپلش شکسته باشه این قسم ستون ورسه. مثل از این ستون واره ببینین که کل چت سر از این که اگه ستون ها از بین بره سقف به زمین می فته. انسان بی نماز ستون دین شکسته. فکر کن که وقتی که ستون دین انسان شکست چی میشه. و بزرگترین جزایی که برای بی نماز هست میگه که
مسلمان ها فی جنات در جنت ها می باشند. نیت سالون عن المجرمین، سگان خدای عز و جل چی میگن؟ میگن مسلمان ها از مجرم ها پرسان میکنن، یعنی بی نماز ها. ما سلککم فی سقر، او فلانی تو خود مسلمان بودی، کتما ششته بودین، وی تو مسلمان نبودی، تو در صف مسلمان ها نبودی، در فلانی ختم قرآن شریف نمیخوانی سپاره پیشت بود، حج نرفتی، کاکای تاجی نبود، ما سلک کن فی سقر، تو چرا در دوزخ رفتی؟ این دوزخ جای کافر هست؟ قالو لم نکو من المسلین. این دوزخی ها چی میگن؟ میگه ما مسلمان بودیم لیکن نماز نمیخواندیم، بنان غضب خدا سر ما نازل شد، امروز ما در دوزخ رفتیم. سقر یکی از بخش های دوزخ هست که جای برای پی نمازا هست. ما سلک کن فی سقر قالو لم نکو. شما چیزا بخوانین سوری مدثر آیت 40-43، فی جنتی یتساءلون، در جنت ها وقتی که مسلمان ها باشن سوال میکنن از دوزخی ها. ای که چه قسم سوال میکنن؟ که موبایل سوالش میکنه یا کدام لاسپیکر برش ماندگی است؟ والله اعلم. یتساءلون عن المجرمین، از مجرم ها سوال میکنن که ما سلککم فی سقر. ای مردم مجرم، اوخو کافر هست که در دوزخ هستن، اوخو کافر بود، اوخو بیدین بود، اوخو جورج بوش بود، اوخو رفیق جورج بوش بود، اوخو بر جورج بوش مدال داده بود، اوخو در بغل خود گرفته بودش، یا خود سقر رفتن به خاطر که اندیوالایشان چی بودن؟ کند همجنس با همجنس پرواز. این اما تو که در بین مسلمان ها بودی، ما سلکم فی سقر، تو چرا در دوزخ رفتی؟ من خب فکر میگم تو انسان هستی که در جنت اول از کلی که در پیشتر میری، تو رو چیز در دوزخ انداخت؟ قالو لم نکو من المسلمین، میگن لم نکو من المسلمین، مسلمان بودیم لیکن نماز نمیخواندیم. ولم نکو نطعم المسکین، میماری های امام کلشان برای پیسدارا بود، کارت بود، بر مسکینا پیسه مصرف نمیدادن. اوج مهاجرین بیچاره از مناطق مختلف افتادن، در زمستان در زیر خیمه شوتر میکنن و ما مسلمان ها میرقصیم. اگر کمک ایمان می داشتیم میفتیم این پیسه محفل خدا بیاییم ببریم، یک چند برنج پخته کنیم برای زوا بریم، بریم یک چند سیر چوب برشان ببریم، بریم یک خیمه سر خیمه یک خیمه دیگه برش یک خانه کرایی بگیریم. اگر ایمان می داشتیم، حتی حج نفلی نمی رفتیم، میفتیم گفش کن این پیسه نمیچید، من پار سال پرار سال چند سال پیش حج رفت، بتویم یک یکونیم لگر پرم میرم به اون فقیرا یکونیم لگر، تو میتونید سه ماه زمستان چند اولی را کرا بگیر واره بگیر برای این از خیمه بیده اتاقا زندگی کنید. طفل ماسوم وقتی که در بین خیمه از چیز بمره، خدای عز و جل ایمان ما را قبول. ولم نکنو طعم المسکین، عادت دومی ما دیگه بود که نماز خو نمی خواندیم، وقتی که پی مصرف می کردیم مصرف های ما کارت ها بود، برای مسکین ها نمی دادیم. و کل و کنا نخود مال خایدین، کت رقاصه ها می رقصیدیم، کت دانسر ها دانس می کردیم، کت مردم های مجرم می شدیم. این جزای چیز است. از این خاطر علما میگن که خداوند متعال جل جلاله خلاصی که از دین گرفتن، علما این گپ میزنن، میگن که خداوند برای بی نمازا 14 جزا میده. 5 جزای از این در دنیا هست، 5 جزایش در دنیا هست. اول زندگی وی برکت، از زندگیش برکت برداشته میشه. بی نماز که کل دنیا را پیسهش پیدا بکنه که بری سبین یک شاکاسه را تر میکنه و خوردن میره و میره و میره و میره، سیر نمیشه. از خانهش برکت برداشته شده، از زندگیش برکت برداشته شده، تمام روز پیسه پیدا میکنه لیکن سیر نمیکنه. دوم جزایش در دنیا از بینمازی است که نور مؤمنان از چهرهش پیدا میشه. با خدا مسلمان سیاپور سبینی خوشت میاد، مسلمان بدقواره رو ببینی خوشت میاد، نور ایمان در چهرهش است خوشت میاد. والا چقدر اینو در آغوش خود بگیم، لکن این بینماز ببینی که بسیار مقبول است که ببین سیرش نزدیک سعی کنی دانش گنده بوی میده، قواره شو ببینی که نزدیک شوی احمد فقط چیز وار، چرا؟ نور ایمان از چهره بینماز برداشته میشه. سوم از هیچ عمل برش اجر داده نمیشه. وقتی که نماز مثل چی وارد دو هفته گذشته گفتیم، مثل مور است در هر چیز. پاسپورت داری؟ دارم. لیسانس داری؟ داری. کو خو مور نداره، این پاسپورت ساختگی ببر بندیش کو استاد کی موتر وارد، چرا؟ لیسانس اینه صاحب داره، مور نداره، خانه خراب. هر عملی که تو کردی نماز مور دین است،
کل اعمال تو باید مورش کردی، مور نماز باشه. من صاحب ختم میکنم نماز نمیخوانم. وقتی که ختم کردی نماز خواندی، اینجا چی میگه؟ و انزل من القران ما هو شفاء و رحمت للمؤمن ولا يزيد الظالمين الا خساره. صاحب رفتیم در خانهشان، بر ما 200 روپیه هم داد، ختم برشان کردیم، لکن هر آیته که خواندیم برازی چی گفت؟ خساره، چون به نماز است. ولا يزيد الظالمين الا خساره. قرآن خواندن هم برش خساره است، ختم هم برش خساره است، برای بی نماز بخوان 200 ختم کو. ولا يزيد الظالمين الا خساره، خدا میگه دیگه. آدم بی نماز چشمش دم کو، نماز خوان چشمش دم کو، چشمش خوب میشه. برای بی نماز چشم کوف کو کور میشن. با من چی دیگه؟ تو خودت بی نماز هستی. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در دشت لاله روید و در شورزار خس. هر قدر دعا نماید دعاش قبول نمیشه. یک نفر بی نماز است، او من صاحب صبح دعا میکنم، شما شام دارم، او خانه خراب کتی. خدا جنگی هستی، دعای تو را که خدا قبول میکنه؟ خداوند میگه فستجیبولی ولیؤمنو بی، اجابت مرا بکنین. تو اجابت خدا را نکردی، نماز نخوندی، دعای بی نماز خدا قبول نمیکنه. صد بار که دست خدا بالا بکنه، خدای پاک دعایش قبول نمیکنه. حتی میگه دعای بنده های نیک هم در حقش قبول نمیشه. برای بچه بی نماز که پدر دعا کنه، دعای در حقش قبول نمیشه. علما باید دعا کنه که خدا بچه‌م تو را خیر بده، تو که نماز نخونی خدا تو را خیر نمیده. این حاله سه جزای دیگه هنگام مرگ خداوند برای بی نماز میده. بی نماز با ذلت و خاری قبض روح میگردد. من همین سوال همیشه در امتحان ها زیاد میرم، خوی یک نقل میتونم برای محصلین این رو بشه، من دست زیاد میارم به خاطر از این که کسی که نماز هم میخواد جزای خود خود بفهمه، برای امتحان خوب حفظ کنه، باز که نخوان دلش دینگ دینگه که آخرت خودش بفهمه. سه جزا هنگام مرگ، سه جزا خداوند برای بی نماز در وقت مرگ میده. چی است؟ اول ای که بی نماز با ذلت و خواری قبض روح میگرده. مسلمان که است نرمال آرام احساس نمیکنی، بی نماز صاحب خیس میزنه و اخ میزنه و کش میگره، چی میگره؟ خداوند با بسیار ذلت ایره از بین میبره، چون که خدا جنگی است دیگه. اسرائیل علیه السلام ات یک نفر برش روان میکنه اندر تیکر وارد صاحب کمی روش قهز میکنه که قیلش کن که دیش که بزرش که خیزش کن نفسش برش میکشه. تو که خدا جنگی است. دوم جزایش است که بی نماز گرسنه میمیره، گرسنه میمیره، گشنه است، بتونه چیزی که بخورم. سوم جزایش است که با وقت مرگ ات تشنه میگه خواهد مرد، که اگه تمام دریارم در دانش پرتی یعنوزم احساس تشنگی میکنه. سه جزایی که بعد از مرگ است در داخل قبر. اول قبر بی نماز چنان تنگ میشود که قبرگاهایش به هم میرسند. قبر خداوند گفته که روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران. مسلمان از قبر نمیترسن. گفته که برای مسلمان نمازخوان با ایمان با دین و با تقوا، قبر باغچه است از باغچه های جنت. در باغچه جنت ابر و بهار است و نگار و لب و جوی. قبر برای دین بهترین جایگاه است، اما برای بی نماز قبرگاه های شکش بدگه میچسبه. قبر بی نماز چنان تنگ می شود که قبرگاه هایش به هم می چسبد. دوم چیز که آتش در قبر بی نماز شعله ور می شه. و سوم جزایی که داده می شه، ماری بر وای مسلط می گردد تا او را در هر وقت نماز یک نیش بزنه. سه جزای دیگه که علمای کرام میگن که برای بی نماز از در روز قیامت ای است که حساب اعمال از او به بسیار سختی گرفته می شه. دومش حسابش اقتعالا برای از او قهر و غضبناک می باشه سر بی نماز. و بی نماز ذلیل شده در جهنم داخل خواهد شد. این جزاهش. یک جزایی که در روز حشر داره، در میدان حشر ایست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم امت نماز خانه خوده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم غرم محجلین در حدیث شریف آمده. غرم محجلین چی مانه؟ مثل اسب های ابلق واره می باشه، جایی که وضو کرده، دست روش، دستاش تا بارنج ها، پاهاش تا بجلک ها، یا کلش اموت بل 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 می زنن به خاطر که حرارت و آفتاب روز قیامت نمیتونه که جاهای وضوی تر از سیاه بگردانه. دیگه اعضای بدن انسان سیاه میشه. از این خاطر میگه تا آرنج میشوی، اگر کدام وقتی امکاناتش بود این تا شانه میگه این قسمت های تام بشوی. به خاطر چی؟ که هر قدر بالا بشوی سفیدی زیادتر شده میره. پیغمبر صلی الله علیه و آله امت خود از چی میشناسه؟ از دور از 100 کیلومتری اون امت ما است. چرا؟
آثار وجود وجودش است. آدم به نمازی آثار نداره، بنابراین از شفاعت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم محروم است. خداوند متعال جل جلاله بر کل ما و شما توفیق نصیب بکنه که نمازهای خدا بخوانیم و در پالوی که نماز میخوانیم در غم خود نباشیم، در غم امت اسلام باشیم. برادرها کسایی که به نماز است برشان دعوت بکنین، اونها را هم به دین خدا دعوت بکنین. یکی از دوستان ما یک پرزه روان کرده که طفلکش فرزندش مریض است، از کل ما و شما مسلمانان خواسته که برشان دعا بکنیم خداوند اونها را شفا بکنه. بتن دست خدا بالا میکنیم، کل ما بر شک الحمدلله را میخوانیم که الحمدلله سوره چی است؟ سوره شفا هست. کلتان الحمدلله را میخوانیم و برش دعا میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على الدين الإسلام، الإسلام حق والكفر باطل. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگارا هر کسی که از مسلمان ها بی نماز هستند و اشتباه کردند و نمی فهمند و یا از ما کدام نمازهای ما مانده و اشتباه کردیم، خدایا بر ما هدایت نصیب بکن و بر اون نفرهای که بی نماز هستند خدایا هدایت نصیب بکن که دوباره به بارگاه تو رجوع بکنن. خدایا گناه های کل ما را عفو بکن. پروردگارا مریضای اسلام در هر جایی که باشند خدایا تو اونا را شفا نصیب بکن. خدایا بندی های اسلام در هر جایی که هستند، پیش هر ظالم بیدینی که در هر جایی هستند، خداوند اونا را توفیق صبر نصیب بکن و خدایا اونا را آزاد بگردن. پروردگارا این طفلکی که از این دوست ما مریض است، خدایا به برکت عظمت خودت، خودت ذات شافی هستی، خدایا تو شفا میتی، خدایا در قرآن شفا را نازل کردی. پروردگارا ما سوره قرآن، سوره فاتحه را کل ما برش خوانیم، پروردگارا شفا نصیبش بگردانی. خدایا مولوی صاحب عبدالسلام عابد که حج رفته بود، دعای ازوره و دعای تمام حجاج مسلمین که مطابق شریعت اسلامی باشه، خدایا دعایشان مقبول بگردانی. خدایا سال آینده ما را هم توفیق نصیب بکنی، تو ما را توفیق بده که ما هم به حج بریم و خدایا تو خانه تا و زیارت خانه تا نصیب ما بکنی. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. پروردگار آخرین کلمه ای که از زبان ما خارج میشه در وقت جان کندن کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله. در عزیز شما خود معرفی کنین، بعد بگین که پیامتان برای کسایی که نماز نمیخوان، نماز ترک میکنن چی است؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم من سید کامل میری است، محصول پانزه انجینیری هستم و پیام بر کسایی که نماز نمیخوانن همی است که نماز یکی از ارکان بسیار مهم دین مقدس اسلام است. انسان نباید ترک نماز کنه و نماز خواندن مثل طوری که استاد هم یادآور شدن مثل سخن گفتن است با خداوند و کسی که نمیخواد با خداوند سخن بگه حتما با خداوند قهر است، به اعتماد داره و کسی که با خداوند صحبت نمیکنه ای اصلا از نعمات خداوند شکرگزاری نمیکنه در اصل و هیچگاه بنده خداوند گفته نمیشه. پس به خاطر از اینکه ما یک بنده خوب خداوند باشیم و از خداوند و از پروردگار عالمیان بندگی خوب بتانیم، پس بر ما لازم است که نمازی که بر ما لازم شده با وقت معینش بخوانیم تا یک شخص نورانی باشیم و نور اسلام به چهره ما دیده شود، تا که کسانی که نماز میخوانند نور اسلام در چهره اونها دیده میشه. یک چیزی است که واضح شده به همگی. تشکر از شما. لطفا خود معرفی کنید بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما. اسم ما انجینر محمد علی است، از پانزه انجینری پانتون کابل. امروز ما نتیجه‌ای که از درس گرفتیم درباره از موضوع درس ما درباره ترک نماز بود و نتیجه‌ای که ما گرفتیم ترک نماز باعث بدبختی در دین ما میشه و کسی که نماز ترک میکنه این ستون دینش از بین میره و فرق بین مسلمان و کافر در میست که ما نماز میخوانیم، دین خود باید همیشه استوار نگه داریم به خاطر که امروز متجاوزین در دین اسلام بسیار زیاد شده که ما و شما میبینیم و یگانه روزی ما از تمام برادرای ماست و از دولت مردای ما همیست که بدن همی کنترل کنن. مثلا تلویزیون های ما امروز بسیار به حالت بد قرار داره، مثل که استاد ما پیشتر اینجا مثال دارم سگ جنگیره،
درست است؟ تنها سکجنگی نمیتونه که اینجا باشه که ما بگیم فقط سکجنگی فساد است. امروز ما تلویز نور میبینیم و بسیار حالت های بدی که در بالخصوص در شهر کابل است، بنابراین برای دین ما، برای مردمی ما، برای جوانای ما نگران کنیم. مسائل زیاد است که سبب بنمازی میشه. السلام علیکم برادر عزیز. میشه برداشتای تانه از درس امروزی و هم پیام تانه برای کسایی که نماز نمیخونن، نماز ترک میکنن، برای بنده عزیز تلویزیون و کسایی که در سیدی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه همگی سلام بر همه کسانی که صدای ما را میشنون. و در ضمن نماز بنا اسلام است، هر کس که نماز میخونه در زندگیش کامیاب است و همیشه مفتش میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. من مصطفی جعفری، محصل سنف اول دانشکده انجینری دانشگاه کابل هستم. نظر من درباره نماز است که واقعا نماز بهترین وسیله برای سپاسگزاری در درگاه خداوند متعال است. واقعا نماز چیزی است که به واسطه او ما میتونیم به یک آرامش روحی و روانی برسیم، آرامشی که امروز دنیای ما واقعا سرگردان و دنبال اوست و نمیتونه او را پیدا کنه. و ما مسلمان ها بسیار خوشبخت هستیم که ما میتونیم به واسطه نماز به آرامش روحی و روانی برسیم. زمانی که ما میگیم در نماز سمع الله لمن حمده، واقعا ما به این باور هستیم که کسی صدای ما رو میشنوه و تمام مصائب و مشکلات یار و یاور ماست. و وقتی در نماز ذکر خداوند متعال میکنیم، در همه حالت یک ناآرامش روحی و روانی بر ما ایجاد میشه. این نظر من واقعا درباره نماز است. و کسایی که نماز ترک میکنن از این آرامش روحی و روانی محروم میشن و سرتاسر زندگیشان با درد و رنج و مشکلات روانی همراه است. تشکر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. اسم محمد فهیم رضایی است، محصل سمت اول پانزده انجینری هستم. یک پیام خاص دارم و این است که چون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرمه که نماز ستون دین است و کسی که نماز نخوانه، یعنی به این معنا است که ما هیچ نیاز به کمک و همکاری خداوند پاک نداریم و این معنا می ده که ما بسیار پرقدرت و هیچ غرور داریم و هیچ نیاز به نیروی خداوند و یاری خداوند پاک نداریم. کسی که نماز میخوانه، نماز ادا میکنه و خداوند جل جلاله هم فرموده است و قیم الصلاه، یعنی درست برپا دارید نماز را. کسی که نماز میخوانه در نظر من تا جای من تجربه دارم یک آرامش روحی پیدا میکنه. سلام علیکم برادر عزیز. شما لطفا خود معرفی کردین به بنده عزیز تلویزیون و همچنان پیامتان برای کسایی که نماز ترک میکنن، جوانا و برای میسفید و برای من بگید. خدام علیکم. السلام قیام جان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. پیام من به برادر عزیزم که از نمازهای خود محافظت نمی کند و آنها در خواب غفلت هستند، هر چه زودتر از این خواب غفلت بیدار شوند و دوباره با خداوند جل جلاله آشتی شوند و نمازهای خود را ادا نمایند. زیرا انسان اصلا نمیتواند از نمازهای پنجگانه خود محافظت نماید، چگونه آن انسان میتواند که از وطن و از دین خود دفاع نماید؟ و این انسان هایی که نماز نمی خوانند، پیام من بر آنها این است که هر چه زودتر از این خواب غفلت داشتن و نماز های خود را اگر کوشش کنند و جماعت و اگر با جماعت دادن تنها گذار ادا نمایند. زیرا که شاعر میفرماید مرغکان در هوا، ماهیان در قهر آب، روز و شب نالت کنند بر آن سگان بی نماز. تشکر می کنم. برادر عزیز لطفا خود معرفی کنین، بعد پیامتان برای کسایی که نماز ترک میکنن، نماز نمی خوانن، غفلت میکنن چی است بگی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من سی احمد، محصل سال اول پنزه انجینیری پنتون کابل می باشم. و در رابطه با کسی که نماز ترک می کنه، باید بگیم که ایده خود ما می فهمیم که نماز ستون دین است و همچنان رکن دوم اسلام است و همچنان طبق آیت شریف که این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، که نماز واقعی باعث میشه که انسان از فحشا و منکرات، باعث جلوگیری از فحشا و منکرات میشه. بنابراین کسی که نماز ترک کرد، روی میاره به فحشا و منکرات و سرنوشتش رفتن به دوزخ میشه. اسم من سید محمد امین، محصل سال اول پانزده انجینری.
پیامبر به به نمازایی است که اول حدیث شریف است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمایند الصلاة ائمه الدین، یعنی نماز ستون دین است و همچنان نماز یکی از ارکان رکن دوم دین اسلام است و همچنان خداوند جل و علا میفرماید که الصلاة تنها فحشاء عن المنکر، خداوند جل و علا میفرماید که کسی که نماز میخونه از فحشاء و منکر دور میباشه و کسی که از نماز رو میگردانه چهره ایمان نور ایمان از چهرهش دور میشه و به فحشاء و منکرات روی میره و همچنان جوانایی که نماز میخونن باید نماز بخونن و الگوی باشن به جوانای دیگه که و اونها همچنان به نماز رو برن و نماز بخونن تا همه ما در دنیا و آخر رستگار باشیم. و خداوند همچنان میفرماید که به نماز سه جزا داده شده در انگام مرگ، یکی نماز بسیار به ذلت و خوری قبض روح میشه و یکی در تشنگی بسیار میمیره و همچنان بسیار به گشنگی وفات میکنه، که همین باید انسان نماز بخونه تا در دنیا و آخرت رستگار و با ایمان از دنیا بره. اسم ما امید است، محصل سال اول 15 انجینری. پیام به تمام جوانانی که نماز نمیخوانند این است که اگر ما به دقت ببینیم که آخرین وصیت پیامبر اسلامی بوده که شما باید به نمازهایتان به اندازه پابند باشید و اگر ببینیم که نماز یک از بناهای دوم اسلام است، نماز است و حضرت محمد صلی الله علیه و آله میگه که نماز ستون دین است، که اگر شما نماز پابند نمی باشین گویا که ستون دین شما سقوط میکند و همچنان نماز نجات دهنده انسان از آتش دوزخ است و در روز قیامت از انسان ها پرسان میشه که شما چیز باعث شد شما که در دوزخ برین، آنها میگن که ما از جمله نمازخوانان در دنیا نبودیم. و بنان پیام ما این است که جوانان محترم لطفاً به نمازتان به نهایت پابند باشید که آخرین وصیت پیامبر اسلام ما صلی الله علیه و آله می باشه. نظر تاسو پیام به نماز خلق کو ته څه ده؟ محترم استاد، نو به نمازانو ته څنګه تا خپل درس کې وي، نو څوک چې مسلمانی او کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وای فهو باندې خو موږ فرض ده، څوک چې موږ نه کوي هغه نو د خدای نه لري، د خلکو نه لري، د دین نه لري، د خوالی نه لري، د نیکمرغی نه لري ده، او څوک چې لمونځ کوي او په صحیح صورت سره لمونځ کوي، یعنی دغه اودس درست وي، د هغه لمونځ کول په طریقه د سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم باندې وي، د هغه نو د دنیا کې هم نیکمرغی په نصیب ده او په آخرت کې هم. ولاته اسف ده زخه کچیر داس یم چې سپینګره مونږ نه کین زور ته هیڅ پیغام نه لرم، چې سپینګره هم شو تر دې هدا ورسید او پیږي چې اوس نن یا سبا له دې دنیا نه رخصت نه او لار نه پختنه کی اول پخته بل دل مانزه نه همیشه مونږ وای ګن اولین پر سر نماز به دا خبره کو. خدای پاک مهربان کیږي چې سپینګر توپ کې هم به تر رجوع کی بشکا کر رجوع کی، الله مهربان ده او دې توبه کی او مونږ کی الله ډیر مهربان ازاد ده، چې دغه په واسه په مهرباني کې موږ طاقت نشته، موږ ژبه دومره غنه لري چې دغه د مهرباني توصیف وکړو. نو هغه محترمین سپینګری چې تر اوسه موږ نه کوي، نو کچیر بیرته راشي او موږ کتاب د نیکمرغۍ سبب وي. هغه ته برادرای کې نماز نمی خوانند ای است که اونا باید از خدا بترسند، تعهدی که با خداوند متعال کردند، وعده بندگی را که با خداوند متعال کردند، اینا باید پابند نماز بوده باشد، زیرا بزرگترین دشمن انسان در دنیا شیطان است و ذلت شیطان، خاری شیطان امی بود که سرکشی کرد از اوامر خداوند متعال. امو شعری است که یک مطلعش به ذهن ما آمده، شیطان هزار مرتبه بهتر ز بی نماز و سجده با آدم و این بر خدا نکرد. گذشته از این ترکیز امت اسلامی، ترکیز پیامبر علیه السلام و ترکیز دین در رابطه با خواندن نماز، زیرا نماز در حقیقت یک مدرسه تهذیب به اخلاق است، انسان را اخلاق می آموزند، انسان را فکرش را دلش را قلبش را صفا می سازد. میان برادرها باید پابند نماز بوده باشد. میشه شما خود را به بنده عزیز تلویزیون معرفی کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، نام من نور محمد، معلم هستم در یکی از مکاتب شهر کابل. استاد محترم، پیام شما برای او عده مسلمانایی که یا جوانایی که نماز ترک میکنند، نماز نمیخوانند چی است؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
برادر عزیز سوال بسیار خوبی کردین. نماز یک رکن بسیار اساسی و عمده است در اسلام و ما تأسف میکنم از کسی که خود را مسلمان جا میزنه و منسوب به دین میدانه ولی نماز ترک بکنه. از این که استادا همگی در این مسائل یک تحلیل و تحقیقی کردن و بررسی کردن داشتن، ما فقط از یک بود دیگه میخوایم نماز را به این شکل یک ارزیابی بکنیم که تمام مسائلی که در دین آمده بالواسطه فرشته حضرت جبریل علیه السلام با پیغمبر خدا ابلاغ شد، ولی وقتی که حضرت خداوند جل جلاله میخواست که نماز را فرض بگردانه و حکمش را به پیغمبر خدا بده، پیغمبر خدا را به نزد خود در معراج میخواهد و اوج حکم نماز برش میده. از این عیس فکر میکنیم که این اساس بسیار مسئله و اساسی و عمده نماز است در دین که در تمام مسائل دین را بالواسطه فرشته روان میکنه اما به نماز خود پیغمبر خدا را نزد خود میخواهد. و در این میخواهم یک مثال بتوم. وقتی یک وزیر یا یک رئیس یک کار عمومی را حکم میکنه به مدون خود، یک متحد المال یک مکتوب روان میکنه، ابلاغ میکنه، ولی اگر یک کار بسیار مهم و حادی را بخواه ابلاغ بکنه و یا برسانه به مدون خود، و مدون یا مدیر پیش خود میخواه. پس به این اساس میبینیم که نماز بسیار یک رکن اساسی و عمده است و نباید یک مسلمانی که خود را منسوب به دین میدانه نماز را ترک بکنه. و آیاتی را که ما تلاوت کردیم در شروع، حضرت خداوند میگه که نماز بازدارنده هست انسان را از فحشا. پس هر انسان میخواه که از بدیها دور باشه و به نیکیها نزدیک شوه. و دیگه مسئله ایشی است که نماز یک رابطه است بین مخلوق و بین خالق، پس این رابطه را باید بسیار انسان تحکیم ببخشه و به او بسیار باور داشته باشه و به او پابند باشه تا رابطه ما با خدا درست باشه. هرگاه اگر خدای نخواسته رابطه ما با خدا قطع شود، پس مشکل است که ما انسان ها از این منجلاب و از این سختی ها و شقاوت ها خود را به دور بسازیم. پس رابطه وقتی با خدا درست بود انسان سعادتمند می باشد در دنیا و آخرت. خداوند شما را هم توفیق نصیب بکنه و همه بیننده ها را توفیق نصیب بکنه که تا همین مسائل را ما درک کرده و با او عمل بکنیم. یعنی هر کسی که نماز نمیخونه با خداوند گپ نمیزنه، جنگی است؟ بالکل بالکل، در این شکی نیست. چون میگم که اگر میخوایم خدا با ما صحبت بکنه قرآن، و اگر میخوایم ما با خدا صحبت بکنیم نماز. پس بدون شک که نماز خواندن یک ملاقات با خدا هست و باید ملاقات را همیشه داشته باشیم. تاسو در لمنزه لبره است نظر لری؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امروز د اسلام اساسی رکن دی چې دویم رکن د اسلام رازی، نو څوک چې مونږ نه کوي هغه د خدای سره خبرې نه کوي، او څوک چې مونږ نه کوي تنها مونږ دی چې د مسلمان او د کافر په منځ کې پیژندل کیږي چې دغه سره مسلمان دی او کینه نور فرق پکې نشته دی. نو تنها مونږ دی چې دغه فرق ثابتې چې دغه سره مسلمان دی او کوم سره چې موږ نه کوي نو نه پیژندل کیږي. ما سید نقیب هستم، مسئول سال دو منارای زیبا پانتون کابل، و ما یک پیام دارم برای بینمازا که یا جوان باشن یا پیر یا نوجوان باشن، و این تمام ما و شما و تمام مسلمان ها میفهمند که نماز یکی از رکن اساسی اسلام، یکی از ستون محکم اسلام است که عبارت همین نماز است. و خداوند پنج رکن اساسی را برای مسلمان ها راهی میکنه که یکی از این نماز است، اولش کلمه، دومش نماز. و خداوند بار بار در قرآن کریم بشارت میده که شما برپا دارین نماز، که این نماز است که شما را از بدی ها دور میکنه و به خوبی ها نزدیک میکنه، شما را از منکرات دور میکنه و برای سعادت نزدیک میسازه. و این نماز است که ما را از بدی ها دور میکنه، و ما باید همیشه پنج وقت نماز خدا با جماعت، اگر با جماعت نمیتونیم دور از مسجد نمیتونیم رسیده، و بتونیم را تناگذار بخوانیم. و این فرض سر هر مسلمان، سر جوان و پیر، و باید جوانا نماز برپا داره. و این بود پیام برای جوانان و نوجوانان و همچنان ریشسفیدایی که بعضی ریشسفیدا اصلا نماز نمیخوانند، و بر تمام مسلمانای افغانستان و جهان که باید نماز برپا دارن. تشکر.
جنت نیست جای بی نمازان و دوزخ سرای بی نمازان هم از رحمت حق بی نصیب از ارکان از برای بی نمازان قبول حضرت حضرت نباشد یقین میدان دعای بی نمازان اگرچه صاحبان مال و جان مکن تو مرحبای بی نمازان مشو تو آشنای بی نمازان بسوزد آتش تیز جهنم سر و تن دست و پای بی نمازان نخواهد دید اندر روز محشر رسول مال قای بی نمازان اگر خواهی که در جنت درآیی مرو اندر سرای بی نمازان بود پیوست شوم و نامبارد همیشه سال و ماه بی نمازان دیس بی نمازان نیز مشنم مرو هرگز براه بی نمازان سخش بی نمازان زن نخواهی مده دختر به شاه بی نمازان بیان برگفت تو این بیت که گفتم مکن مجلس برای بی نمازان سهرگاهان به نظم آور دو سعدی چون این بند است برای